درود بر شما دوستان و همراهان. در این درس میخواییم یک داستان بسیار آموزنده و ارزنده رو با هم کار بکنیم، با هم تمرین کنیم و ازش خیلی چیزهای مفید و کاربردی یاد بگیریم. اسم داستانمون داستان کوهستان یا Mountain Story. Mountain Story. Mountain یعنی کوه، Story یعنی داستان. Mountain Story یعنی داستان کوه یا داستان کوهستان. Mountain Story. A son and his father were walking on the mountains. Suddenly, his son falls, hurts himself and screams, "Ah!" A son and his father were walking on the mountains. Suddenly, his son falls, hurts himself and screams, "Ah!" A son یعنی یک فرزند پسر، and و his father یعنی پدرش. پدر او یه مذکر داره اون پسره رو میگه. Were walking، داشتند قدم میزدند. Were walking ساختار گذشته استمراریه، یعنی یک کاری در حال استمرار در گذشته بوده. Are walking یعنی دارند قدم میزنند. Were walking یعنی داشتند قدم میزدند. کجا؟ On در the mountains. Mountain یعنی کوه. Mountains یعنی کوها یا کوهستان. Suddenly یعنی ناگهان. His son یعنی پسر اوی آقا، یعنی پسر اون پدره. Falls میفته. Fall یعنی افتادن. Falls یعنی میفته، اس سوم شخص گرفته. Hurts یعنی صدمه میزنه یا صدمه میبینه، اس سوم شخص دوباره داره. Hurt یعنی صدمه زدن یا صدمه دیدن. Hurts یعنی صدمه میزنه یا صدمه میبینه. Himself به خودش، به خود اوی مذکر یعنی اون پسره، به خودش صدمه میزنه. And و screams. Screams یعنی فریاد میزنه، اس سوم شخص داره دوباره. Scream یعنی جیغ زدن، فریاد زدن. Screams یعنی فریاد میزنه. آه که مشخصه، وقتی که میفته فریاد میزنه آه. حالا یک بار با هم به صورت روون میخونیم. A son and his father were walking on the mountains. Suddenly his son falls, hurts himself and screams, "Ah!" A son and his father were walking on the mountains. Suddenly his son falls, hurts himself and screams, "Ah!" To his surprise, he hears the voice repeating somewhere in the mountain, "Ah!" To his surprise, he hears the voice repeating somewhere in the mountain, "Ah!" To his surprise, یعنی با تعجب یا به عنوان تعجبش. سپرایز که میدونید ما تو فارسی خیلی هم میگن سپرایز، ولی در واقع سپرایز نیست. سپرایز، سپرایز یعنی سپرایز شدن، متعجب شدن. To his surprise یعنی برای تعجبش یا با حالتی که متعجب میشه اون آقا پسره. He اوی آقا hears. Hear یعنی شنیدن. Hears یعنی میشنوه. The voice یک صدایی رو، یک صدای مشخص رو. Repeating در حال تکرار. Repeat یعنی تکرار. Repeating یعنی در حال تکرار، یعنی یک صدایی رو میشنوه که تکرار میکنه. Somewhere. Somewhere یعنی جایی. Where یعنی جا. Somewhere یعنی جایی، یک جایی نامشخص. In در the mountain در داخل اون کوه، یک جایی میشنوه که صدا داره تکرار میشه. آه، تکرار بکنید. To his surprise, he hears the voice repeating somewhere in the mountain, "Ah!" To his surprise, he hears the voice repeating somewhere in the mountain, "Ah!" Curious, he yells, "Who are you?" Curious, he yells,
Who are you? Curious یعنی کنجکاو و در اینجا یعنی کنجکاوی با حس کنجکاوی. He yells یعنی او فریاد میزنه. Yell یعنی فریاد زدن. Yells یعنی او فریاد میزنه. Who are you? تو کی هستی؟ Who یعنی چه کسی؟ Are you یعنی آیا تو هستی؟ Who are you یعنی تو کی هستی؟ پس متعجب میشه و وقتی که متعجب میشه با کنجکاوی فریاد میزنه تو کی هستی؟ Curious, he yells, who are you? Curious, he yells, who are you? He receives the answer, who are you? He receives the answer, who are you? He یعنی اوی آقا اون پسره رو میگه. Receives یعنی دریافت میکنه. Receive یعنی دریافت کردن. Receives حالت سوم شخص یعنی دریافت میکنه. The answer یعنی اون پاسخ مشخص رو. Answer یعنی پاسخ. The answer یعنی اون پاسخ مشخص. حالا چرا گفتیم the و نگفتیم the answer؟ به این دلیل که اگر بعد از THE حرف صدادار گفتاری که در اینجا A در answer وقتی میرسه برای راحتی تلفظ میگن the نمیگن the. پس the answer یعنی اون پاسخ مشخص رو میشنوه. Who are you؟ تو که هستی؟ پس وقتی که فریاد میزنه Who are you؟ پاسخ رو دریافت میکنه Who are you؟ همینطور که متعجب بوده و در کوهستان فریاد میزنه تو کی هستی که داری این صدا رو تکرار میکنی یا هرچی من میگم تکرار میکنی اون صدا هم پاسخ میده تو کی هستی؟ He receives the answer Who are you؟ He receives the answer Who are you؟ And then he screams to the mountain, I admire you. And then he screams to the mountain, I admire you. And یعنی و then یعنی سپس یا آنگاه he او یا آقا screams فریاد میزنه to به سمت the mountain اون کوهه I admire you. Admire یعنی تحسین کردن. I admire you یعنی من تو رو تحسین میکنم، ستایشت میکنم. And then he screams to the mountain I admire you. تکرار بکنید. And then he screams to the mountain I admire you. And then he screams to the mountain I admire you. The voice answers, I admire you. The voice answers, I admire you. The voice یعنی اون صداه answers پاسخ میده سوم شخص مفرد answer یعنی پاسخ دادن answers یعنی پاسخ میده I admire you من ستایشت میکنم The voice answers, I admire you. صدا پاسخ میده ستایشت میکنم The voice answers I admire you The voice answers I admire you Angered at the response he screams coward Angered at the response, he screams, coward. Anger یعنی عصبانی. Angered یعنی حالت عصبانی. At the response, در اون پاسخ یعنی اون پاسخ رو که میشنوه. Response یعنی پاسخ. Angered at the response یعنی با حالت عصبانی به اون پاسخ. He screams, او فریاد میزنه. Coward, coward یعنی ترسو. Angered at the response, he screams, coward. حالا صدا رو که میشنوه عصبانی میشه و angered at the response, he screams, coward.
وقتی که صدا رو میشنوه عصبانی فریاد میزنه ترسو. Angered at the response, he screams coward. Angered at the response, he screams coward. He receives the answer, coward. He receives the answer, coward. He یعنی اوی آقا receives یعنی دریافت میکنه. اس سوم شخص داره. Receive یعنی دریافت کردن. The answer یعنی اون پاسخ رو. Coward ترسو. حالا که فریاد میزنه کوهستان هم انعکاس میده بهش و کوهستان هم بهش پاسخ میده ترسو. He receives the answer. Coward. He receives the answer, coward. He looks to his father and asks, what is going on? He looks to his father and asks, what's going on? He looks, یعنی اون نگاه میکنه, to به his father. پدرش and asks و میپرسه. Ask یعنی پرسیدن، درخواست کردن. Asks حالت سوم شخصشه. میپرسه what is going on، چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی در حال رخ داده، که خیلی عامیانه میگیم what's going on، چه اتفاقی داره میفته. تکرار میکنیم. He looks to his father and asks what's going on. He looks to his father and asks, what's going on? The father smiles and says, my son, pay attention. The father smiles and says, my son, pay attention. The father, یعنی اون پدره, smiles. Smile یعنی لبخند زدن. Smiles یعنی لبخند میزنه. And و says میگه. Say یعنی گفتن. Says حالت سوم شخصشه. پدره لبخند میزنه و میگه my son، پسرم. Pay attention. Pay attention یعنی توجه کن، دقت کن. The father smiles and says my son، pay attention. The father smiles and says, my son, pay attention. Again, the man screams, you are a champion. Again, the man screams, you are a champion. Again یعنی دوباره. The man اون آقاه یعنی پدره screams فریاد میزنه you are a champion. Champion یعنی قهرمان. You are a champion یعنی تو یک قهرمانی. حالا پدره دوباره فریاد میزنه تو یک قهرمانی. Again the man screams you are a champion. Again, the man screams, you are a champion. The voice answers, you are a champion. The voice answers, you are a champion. The voice, یعنی اون صداه، اون صدای مشخص، answers, یعنی پاسخ میده. You are a champion. تو یک قهرمانی. طبیعتاً پدره در مقابل کوهستان فریاد میزنه تو یک قهرمانی و کوهستان بهش پاسخ میده You are a champion. تو یک قهرمانی. صدای رسا تکرار بکنید. The voice answers You are a champion. The voice answers You are a champion. The boy is surprised.
but does not understand. The boy is surprised but doesn't understand. The boy یعنی اون پسره is surprised. متعجبه، تعجب کرده، حیرت زده است. But اما does not understand. متوجه نیست، متوجه نمیشه، نمیدونه جریان چیه. The boy is surprised but does not understand. The boy is surprised but doesn't understand. The boy is surprised but doesn't understand. Then the father explains, people call this echo, but really this is life. Then the father explains, people call this echo, but really this is life. Then یعنی سپس. The father یعنی اون پدره explains یعنی توضیح میده. Explain یعنی توضیح دادن. Explains اس سوم شخص گرفته چون داره در مورد اون پدره صحبت میکنه. People یعنی مردم، افراد. Call صدا میزنن یا میگن به این چیز. This in echo. Echo یعنی انعکاس، یعنی مردم بهش میگن انعکاس. But اما really واقعا this in is asked life زندگی. People call this echo but really this is life. مردم بهش میگن انعکاس اما در حقیقت یا واقعا این خود زندگیه. حالا یک بار از ابتدا جمله رو با هم میخونیم و تکرار میکنیم با صدای رسا تا خوب یاد بگیریم. Then the father explains, people call this echo, but really this is life. Then the father explains, people call this echo, but really this is life. It gives you back everything you say or do. It gives you back everything you say or do. It یعنی آن داره اشاره میکنه به زندگی. داره در مورد زندگی صحبت میکنه و it برمیگرده به زندگی. Gives یعنی میدهد. اس سوم شخص گرفته. Give یعنی دادن. Gives یعنی میدهد. You به شما back. Gives back یعنی به شما پس میدهد، به شما باز میگردونه. Everything هر چیزی you say که شما میگید or یا do انجام میدید. پس جملمون اینه it gives you back اون به شما برمیگردونه. Everything you say or do هر چیزی که بگی و انجام بدی. It gives you back everything you say or do. It gives you back everything you say or do. Our life is simply a reflection of our actions. Our life is simply a reflection of our actions. Our life یعنی زندگی ما is asked simply یعنی به سادگی یا به آسونی a reflection یک بازتاب. Reflection یعنی بازتاب. Of as our actions. Action یعنی فعالیت یا رفتار. Our actions یعنی رفتارهای ما. Our life is simply a reflection of our actions یعنی زندگی ما به سادگی بازتابی از اعمال ماست. با صدای رسا تکرار بکنید. Our life is simply a reflection of our actions. Our life is simply a reflection of our actions. If you want more love in the world,
create more love in your heart. If you want more love in the world, create more love in your heart. If یعنی اگر, you want یعنی تو میخواهی, want یعنی خواستن, more یعنی بیشتر, love یعنی عشق یا عشق ورزیدن, in the world یعنی در این دنیا, در این دنیایی که داریم در موردش صحبت میکنیم, create یعنی خلق کردن و در اینجا امریه یعنی خلق کن, more بیشتر, love عشق, in your heart در قلبت. If you want more love in the world, create more love in your heart. اگر در دنیا عشق بیشتری میخواهی, عشق بیشتری را در قلبت بیافرین یا خلق کن. تکرار بکنید. If you want more love in the world, create more love in your heart. If you want more love in the world, create more love in your heart. If you want more competence in your team, improve your competence. If you want more competence in your team, improve your competence. If یعنی اگر, you شما want میخواهی more بیشتر competence یعنی قابلیت یا صلاحیت in در your team در گروهت یا در تیمت, improve یعنی بهبود ببخش, بهترش کن, your مال تو, competence قابلیت تو, صلاحیت تو. If you want more competence in your team, improve your competence. اگر به دنبال صلاحیت و قابلیت بیشتری در تیمت هستی, قابلیت ها و صلاحیت هات رو بهبود ببخش. تکرار بکنید. If you want more competence in your team, improve your competence. If you want more competence in your team, improve your competence. This relationship applies to everything in all aspects of life. This relationship applies to everything in all aspects of life. This یعنی این, relationship یعنی رابطه, رابطه بهبود بخشیدن قابلیت هامون با زندگی. Applies یعنی به کار گرفته میشه, apply یعنی به کار گرفتن, applies یعنی به کار گرفته میشه, شامل میشه, to به everything همه چی, in در all همه aspects یعنی وجه یا جنبه, aspects یعنی جنبه ها یا وجه ها of life در مورد زندگی, in all aspects of life یعنی در تمام جنبه های زندگی یا در تمام صورت های زندگی. This relationship applies to everything یعنی این رابطه شامل همه چی میشه یا در مورد همه چی به کار گرفته میشه. This relationship applies to everything in all aspects of life. This relationship applies to everything in all aspects of life. Life will give you back everything you have given to it. Life will give you back everything you have given to it. Life یعنی زندگی, will give یعنی خواهد داد, will give you back یعنی به تو بازگشت خواهد داد, everything یعنی همه چیز, you have given تو به آن داده ای در زمان گذشته کامل, to به it به اون, به زندگی. Life will give you back everything you have given to it یعنی زندگی هر چیزی که به اون داده ای رو به تو باز خواهد گرداند.
Life will give you back everything you have given to it. Life will give you back everything you have given to it. Your life is not a coincidence. It is a reflection of you. Your life is not a coincidence. It's a reflection of you. Your life, یعنی زندگی تو, is not, یعنی نیست. Coincidence, یعنی یک اتفاقی خیلی ناگهانی رخ بده. پس, your life is not a coincidence, یعنی زندگی تو یک اتفاق نیست. It is a reflection of you. انعکاسی است از وجود تو. انعکاسی است از آن چیزی که تو هستی. Your life is not a coincidence. It's a reflection of you. Your life is not a coincidence. It's a reflection of you. بسیار خوب دوستان، تا اینجای داستان که اومدیم، چقدر داستان ارزنده و ارزشمندیه این داستان؟ با هم مرور کردیم، با هم کاملا تحلیلش کردیم، خیلی چیزهای خوب ازش یاد گرفتیم. حالا یک بار با هم دیگه میخواییم از ابتدا داستان رو تا انتها بخونیم. فراموش نکنید که حتما صدای خودتون رو هنگام خوندن با صدای رسا ضبط بکنید و با نحوه بیان در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در تلفظتون و در بیانتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید. این خیلی مهمه دوستان. اگر آماده باشید یک بار دیگه این داستان ارزنده و ارزشمند رو با هم بخونیم با صدای رسا و با هم بیشتر ازش یاد بگیریم و البته بهش فکر بکنیم. اگر آماده باشید یک بار دیگه با هم داستان کوهستان رو میخونیم. Mountain Story. A son and his father were walking on the mountains. Suddenly, his son falls, hurts himself and screams, "Ah!" To his surprise, he hears the voice repeating somewhere in the mountain, "Ah!" Curious, he yells, "Who are you?" He receives the answer, Who are you? And then he screams to the mountain, "I admire you." The voice answers, I admire you. Angered at the response, he screams, "Coward!" He receives the answer, "Coward!" He looks to his father and asks, "What's going on?" The father smiles and says, "My son, pay attention." Again, the man screams, "You are a champion!" The voice answers, You are a champion! The boy is surprised, but doesn't understand. Then the father explains, "People call this echo, but really, this is life. It gives you back everything you say or do. Our life is simply a reflection of our actions. If you want more love in the world, create more love in your heart. If you want more competence in your team, improve your competence. This relationship applies to everything, in all aspects of life. Life will give you back everything you have given to it. Your life is not a coincidence, it's a reflection of you." آفرین بر شما عزیز دل، آفرین بر شما یار گرامی و همراه گران سنگ. باز هم سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و آرزوی ما برای شما و خانواده محترمتون هیچ چیز نیست جز سلامتی، تندرستی و خوشی در هر کجای دنیا که هستید.